به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمتتون. کیسی هستم و توی این ویدیو میخوام قواعد آرمسترانگ رو براتون اثبات بکنم. این ویدیو به صورت آفلاین داره تهیه میشه. یه سری از دوستان تقاضا داشتن که ما قواعد آرمسترانگ رو اثباتش رو توضیح بدیم و ما هم توی این ویدیو این کار رو انجام میدیم. من یکم سعی کنم خوشخط بنویسم از همین اول کار. آرمسترانگ اکسیمز. کلا بچه ما به قواعد میگیم اکسیمز که اینفرنس روله. یعنی چی؟ یعنی میگیم که آقا مثلا اینطور خونده میشه، این میشه if p then q، یعنی اگر p درست بود آنگاه q درسته. و قواعد یک طرف است، یعنی ما از سمت درست بودن سمت چپ میتونیم درست بودن سمت راست رو نتیجه بگیریم و برعکس اینطور نیست، یعنی درست بودن کیو نمیتونم درست بودن پی رو نتیجه بگیرم. خب آقای آرمسترانگ، ویلیام آرمسترانگ سه تا قانون ارائه داد که اینا سه قانون اصلی آرمسترانگ هن و بعد از اون یه سری سکندری رولز اومد، قواعدی که بر اساس این سه قانون ساخته شدن که ما روی اینا بحث میکنیم. اولین قاعده ای که وجود داره بهش میگن رفلکسیویتی. قاعده رفلکسیویتی چی میگه؟ میگه آقا فرض کن توی ریلیشن R، خب من یه آلفا دارم یه بتا، خب که آلفا و بتا چی هن؟ من اینجا بنویسم آلفا و بتا، ما به اینا میگیم مجموعه از اتریبیوت های یک ریلیشن. خب اینا مجموعه از اتریبیوت های یک ریلیشن هن و به نوبه پس وقتی دارم راجع به آلفا و بتا صحبت میکنم بسی این تعریف تو ذهنم باشه. میگم که if بتا زیر مجموعه آلفا، یعنی اون اتریبیوت هایی که توی بتا هست توی آلفا هم هست. خب if بتا زیر مجموعه آلفا then، پس ببینید روابط دو سطح if then، if true then true، متوجه میشید به چه صورتی؟ یعنی اگر این اتفاق رخ داد آنگاه میتونم نتیجه بگیرم که آلفا میدهد بتا. خب میخوام این قضیه رو سعی بکنم که اثباتش بکنم درستیشو، یعنی یه پروف برش بنویسم که خیالم راحت بشه که اینجوری که داریم مینویسیم درسته و همیشه بهمون جواب میده. من قلمم یکم بد مینویسه، حالا من دلیلش چیه حالا بعد تو سر فرصت ببینم که مشکلش چیه. خب فرض مسئله که به من گفته که بتا زیر مجموعه آلفا هست و توی این فرض هیچ مشکلی نیست. حالا میخوام یکم از یه سری چیزا استفاده بکنم و برسم به این که آقا این اصلا یه اصل بدیهیه، یعنی یه اثبات مستقیم میرم اول که بگم این بدیهیه. یه نوع اثبات دیگه هم میشه بر اساس برهان خلف این اثبات کرد. حالا من اول اثبات بدیهی رو برم. ببینید شما فرض کنید من دو تا تاپل به اسم T1 و T2 دارم، خب که عضو آره، یعنی به ازای هر دو تاپلی که مثل T1 و T2 عضو آر هستن و این دو این خاصیت رو دارن، به این صورت هستن که ما میگیم آقا T1 X مساوی T2 X، یعنی آقا به ازای هر دو تا تاپلی که توی ریلیشن آر مجموع اتریبیوت های ایکسشون با هم برابره. حالا چون من اینجا توی مثالم آوردم آلفا، بهتره همین آلفا رو اینجا بنویسم خب که قاطی نشه. پس چی شد؟ گفتیم آقا ما دو تا تاپل داریم به اسم های T1 و T2 تو R، میگیم به ازای هر دو تا تاپل T1 و T2 تو R خب که اون مجموع اتریبیوت آلفاشون با هم برابره. خب حالا الان تو مثال توضیح میدم، میخوایم به این نتیجه برسیم که مجموع اتریبیوت های بتاشون هم با هم برابره. خب اصلا تعریف FT یعنی همین، تعریف FT یعنی همین. من به طور مثال مثلا من اینجا R دارم A و B و C. خب مثلا وقتی میگم A با B FT داره یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا هر جا اگر A1 اومد توی ریلیشن حتما بایستی در مقابلش یه B رو ببینم. به طور مثال فرض کنید B1 رو دیده، پس پوینتر اگر A1 بیاد باید باز دوباره B1 رو ببینه، اگر A1 بیاد باز دوباره B1 رو ببینه. چرا؟ چون تعریف FT همینه، به صورت فانکشنال B به A دیپندنت. حالا بحث دیگه ای که وجود داره، من میخوام پس یه جوری این حرف یعنی این، میخوام یه چنین چیزی من برسم. خب بیایید
فرض کنیم، خب بیاید فرض کنیم من میخوام این بدیهی بودن این قضیه رو به شما اثبات بکنم که آقا من تو اون ریلیشن آرم دو تا تابل تی یک و تی دو دارم که این فرض دیگه، پس این اوکیه. من ببینم چرا قلمم نمی‌نویسه. فکرم نرم افزار به مشکل برخورد. ببینم الان اوکیه. نه قلمم اسم کنم به مشکل خورد. بسید من دقیقه اینو ریجکتش کنم، دوباره بزنم ببینم که اوکی شد یا نه. نه بچه اوکی نشد. بسید ببینم چه کامیتان بکنم، اینو سیوش کنم، بذارم سیو بشه روی همینجا. سیو 20-20 سیو شد، ببندمش و برم دوباره بازش کنم. بیام بالا. بله توی همین هوم 20-20 بود اگه اشتباه نکنم، این بود. خب ببینم که اجازه میده بنویسم. آه درست شد، بعد رد شد. خب ادامه میدیم بحثمون رو، بگریم به بحث. خب بله، گفتم شما فرض بذارید من کرسرم هم درست کنم. خب شما فرض کنید که من دو تا ریلیشن پتی 1 و تی 2 تو آر دارم، به صورتی که این فرضه، میخوام به این حکم برسم. خب خب ببینید، شما فرض کنید مثلا ریلیشن من به این صورت، فرض میکنیم حالا مثلا بس مهم نیست و ستون های منم به این صورته، یکش خط و صاف بکشم میکنم. بله بله، مثلا میگم آقا من A1 دارم، A2 دارم، A3 دارم و همینطور تا مثلا AN، بعد AN به علاوه 1 و حالا به همین صورت. من اصلا تعدادش برام مهمی چون دارم حالت کلی در نظر میگیرم. خب فرض بکنید که آقا من به مجموعه این انتای اول میگم آلفا، میتونم دیگه تعریف آلفا و بتا اصلا همین بود، مجموعه از اتریبیوت های یک ریلیشن. من به مثلا انتا از عرضم به خدمتون اتریبیوت های این ریلیشن میگم آلفا. خب ببینید طبق فرض من، فرض من اینجاست، این فرضه، ببینید این فرض من، بتا زیر مجموعه آلفاست. خب شما تصور بکنید که مثلا من بیام چیکار بکنم، صبر کنید یکم اگر اجازه بدید من بیام اینو پاک کنم. اینجا مثلا بنویسم AM، اینجا دوباره سه تا نقطه بزنم، بعد اینجا بنویسم AN، اینجا بنویسم AN به علاوه 1، چون میخوام اثبات بکنم بعد یه مثال کلی بزنم، حق ندارم مثالم جزئی یا عام خاص باشه، بعد مثالم عام باشه. خب فرض بکنید من از این A1 تا این AN رو میگیرم آلفا و این آسر هم اجازه بدید من پاک کنم. خب این سه نقطه میزنم اینجا رو، اینجا مثلا اسمشو میذارم آکا. دلیل من فقط این هستش که کلی بودن قضیه رو بگم. خب خب شما تصور بکنید من به این آکا تا این آم هم میگم بتا، یعنی من به مجموعه اتریبیوت های آکا تا آم میگم بتا، از A1 تا AN هم میگم آلفا و خب این فرض منم میپوشونه که من میگم بتا زیر مجموعه آلفاست، درسته؟ خب پس ببینید اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه آقا طبق فرض من اگه به ازای هر دو سطر T1 و T2 خب که توی اینا آلفا با هم دیگه برابره، یعنی این الان این مساوی باشه، T2 رو هم بالا بنویسم، میگم آقا مقادیر اتریبیوت های آلفا توی مثلا رکورد T1 تو تاپل T1 مساوی با مقادیر اتریبیوت های آلفا توی رکورد T2. خب وقتی این حرفو میزنم با توجه به اینکه بتا زیر مجموعه آلفا، یعنی این ستون ها هم داخل همین آلفا هستن، پس باید تیه که بتا هم مساوی T2 بتا بشه. خب حالا ما یه نوع فرض داریم بهش میگیم کانترادیکشن، یعنی یه نوع اثبات داریم به اسم کانترادیکشن. به این صورته، میگه که آقا شما فرض کن مثلا پی آنگاه کیو، میخوای اینو اثبات بکنی. خب شما به جای اینکه اینو اثبات بکنی بیا شروع کن اثبات کردن پی آنگاه نقیض کیو. خب موقعی که خواستی اینو اثبات بکنی، تش اگر به مثلا تناقض رسیدی، خب یا مثلا به یک حالت
غلط رسیدی، خب اون وقت نتیجه میگیری که آقا حکم نقیض کیو اشتباه بوده، یعنی به اشتباه بودن حکم نقیض کیو پی میبری و دیگه راهی نداره جز این که کیو همیشه درست باشه. ما به اینو اثبات میگیم اصطلاحا اثبات بر اساس کانترادیکشن. خب من فرض کنین الان میخوام کانترادیکشن اثبات بکنم، یعنی میگم که آقا میگم که بتا زیر مجموعه آلفا هست، خب ولی آ نمیدهد به، اوکی آ نمیدهد به. خب بیایم حالا اینجا رو بررسی بکنم. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی که مثلا فرض کنید من اینجا یه مثلا آ مثلا یک یک دارم، این رکورد مربوط به تی یکه، این رکورد تی یکه، این رکوردی هم که این پایین می نویسم مربوط به تی دوه. خب میگم شما فرض کنید هست آ یک یک، این هست آ یک دو و این هست آ یک کا، این هست آ یک کا، ببخشید آ یک، نه اینجا دیگه چیز نمی نویسم، سه نقطه می ذارم، اینجا هم هست آ ام، بعد اینجا هم دوباره سه نقطه می ذارم آ یک ام، یکم بهتر بنویسم تنبلی نکنم، اینجا من نویسم آ یک ان، اینجا من نویسم آ یک ان به علاوه یک. خب پایین چی میشه؟ پایین میشه آ دو یک، آ دو دو، دوباره سه نقطه، آ دو کا سه نقطه، آ دو ام سه نقطه، آ دو ان، بعد آ دو ان به علاوه یک. خب میگم که آقا این حرفی که شما داری میزنی، میگی آقا بتا زیر مجموعه آلفا ولی آلفا ولی آ نمیدهد به، یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من توی همین سطر تی یک و تی دو، خب بیام اینو یه کپی پیست بکنم پایین، چون یکم بچه من آدم تنبلی هستم، همه تون قطعا تا الان فهمیدید، هیچ جایی بیام نداره، اینجوری سریع تنم پیش میریم اتفاقا. خب اینو من بیارمش اینجا ببینم ورقم پایین تن میاد، نه نمیاد، پس بذاریم من برم صفحه بعدی. خب زد بزنم، بیام نه یه زد دیگه بزنم، یه زد دیگه هم بزنم، بیام پایین اینجا پیستش کنم. خب خب بچه عزیز ببینید، من وقتی این فرض رو میکنم، یعنی اینکه آقا من دوتا تاپل دارم که توش آلفا، یعنی مقادیر صفات آلفا با مقادیر صفات آلفا توی این دوتا تاپل با هم برابره، اما بیهاش با هم برابر نیست. خب بیهاش با هم برابر نیست. به بیان دیگری مثلا شما فرض کنید که من یک با فرض اینکه جی بین ام تا کا باشه، خب ام تا کا باشه یعنی چی؟ یعنی جی بین کا تا ام، یعنی بین اینا باشه. خب میگم که آقا من یه آ یک جی دارم، خب که مخالف چیه؟ آ دو جیه. یعنی این دیگه، ببینید وقتی میگم مقادیر بتا توی تی یک با مقادیر بتا توی تی دو برابر نیست، یعنی چی؟ یعنی آقا این قسمت با این قسمت حداقل توی یک فیلد مقدارش فرق میکنه. من اون فیلد رو میگیرم جی، چون بعد یه حالت کلی بگم دیگه، جی هم بین ام و تا کا، خب میگم این دوتا با هم برابر نیست. اما بچه ها قبول دارید این یک تناقضه؟ چرا؟ من طبق فرضم دارم که آقا مقادیر آلفا توی تی یک با مقادیر آلفا توی تی دو برابره. خب پس طبق این، چون جی هست بین به قول شما ام و کا ها، و بازه بزرگترم اگه بخوایم در نظر بگیریم از یک تا مثلا حالا بگیم همون ان به علاوه یک، حالا هرچی مثلا تا نداره دیگه، ببین مثلا چه ان به علاوه مثلا کیو، هرچی تا نداره دیگه، من چون تا برای این ریلیشن در نظر نگرفتم. خب چون این هست، در نتیجه باید حتما آی یک جی مساوی آی دو جی بشه تا این رابطه برقرار بشه. اما طبق این من به این رسیدم، ما به این میگیم چی؟ تناقض. پس نقیض حکم غلط است، پس حکم درست است. پس من تونستم اثبات بکنم بر اساس کانترادیکشن که if بتا زیر مجموعه آلفا دن آلفا میدهد بتا. حتی بهتر اینجا دن بنویسم که شما اینو با اف دی اشتباه نگید. خب بچه‌ها این اولین قاعده آقای آرمسترانگ بود. دومین قاعده ایشون نام داره آگمنتیشن. قاعده آگمنتیشن چی میگه؟ میگه شما فرض کن آلفا بدهد بتا، دن میتونم
بیام یه مجموعه از اتریبیوت هایی مثل لاندا رو، مثل گاما رو به آلفا و بتا اضافه بکنم. یعنی بگم دن آلفا گاما میدهد بتا گاما. خب اینو میخوام اثبات بکنم و سعی میکنم که باز دوباره، یعنی میام اون ابزاری که من استفاده میکنم برای اثبات یک چنین رابطه ای، اسم اون ابزار باز دوباره هست کانترادیکشن. یعنی میام چی اثبات میکنم؟ میگم کانترادیکشن، یعنی میام میگم که آقا از پی برس به نقیض کیو، اگر نرسیدی، اگه یعنی به یه چیز غلط رسیدی دیگه، متوجه شدی که این غلطه، یعنی این نمیتونه هیچ وقت درست باشه، نمیتواند درست باشد، آنگاه میفهمم که کیو درست بوده و لازم نبوده که من بفهمم کیو نقیضه. خب یه همچین چیزی. حالا اینو برای اینکه اگه مثلا خیلی علاقه بیشتر دارید به مفاهیم اثبات، یعنی کلا پروف، روش متدهای پروف، مثلا ما روش داریم پروف با اینداکشن، بعد استرایت فورورد پروف، پروف اثبات به رابطه مستقیم، یا مثلا برهان خلف که توی مثلا ترانزیتیویتی ازش استفاده میکنم، میتونید به کتاب آقای کنت روزن، کتاب ریاضیکوس هسته شما مراجعه بکنید و فصل یکیشون رو بخونید و واقعا از ریاضیات لذت ببرید. خب من میخوام این استفاده رو اینجا انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی بگم که آقا آلفا میدهد بتا، خب ولی این فرض، ولی آلفا گاما نمیدهد بتا گاما. یک چنین چیزی رو میخوام بهش برسم، یعنی میگم این غلطه، این فالس. خب باز دوباره میام مثل بالا همونطور پیش میرم، میگم شما فرض کن وجود داشته باشه، این نماد اگزیستنشیال کوانتیفایر یا سور وجودی، یعنی وجود داشته باشه حداقل یه دونه. من میگم شما فرض کن وجود دارد حداقل یه دونه T1 و T2 به طوری که T1 خب آلفا گاماش مساوی با T2 آلفا گاماش. خب یعنی چی این؟ یعنی اینکه آقا مجموعه اتریبیوت های آلفا به همراه مجموعه اتریبیوت های گاما توی سطح T1 مقادیرش با توی سطح T2 با هم برابره، اند ولی توی همون T1 خب مجموعه مقادیر بتا به همراه گاما مساوی توی سطح T2 مجموعه مقادیر بتا به همراه گاما نیست. خب من میام اینو روی یه شکلی مثلا برای شما عزیزان، برای شما بچه های نازنازیه توی خونه مثال میزنم. خوبه؟ خب شما فرض کن باز دوباره من میام یه جدول در نظر میگیرم، حالا بهتره بگیم ریلیشن، و من اقرار میکنم که نوع کشیدن ریلیشن من غلطه. ریلیشن معمولا اینطور نمایش میدن، آر سرستونشو میذارن، همین خط هم مینویزن و زیرش پر میکنن. منطور من به شکل جدول کشیدم که یکم درک شهودش برای شما عزیزان راحت تر باشه. خب شما فکر کنید که مثلا A1 هست اینجا، مثلا من A1 دارم، واسید اینو من یکم بهتر بنویسم. خب A1 دارم، A2 دارم، تا مثلا میگم AI. خب و این من به این آیت های اول، به این مجموعه صفات، به این مجموعه اتریبیوت های آیت های اول میگم آلفا. میتونم دیگه، چون تعریف آلفا همین بود، مجموعی از اتریبیوت های یک رابطه، و میگم که این آی به علاوه یک، آی به علاوه دو، سه نقطه میذارم تا آی جی. از این آی به علاوه یک تا این آجی هم، اینو من یکم صافش کنم دیگه. خب به این میگم گاما، و از آجی به علاوه یک، آجی به علاوه دو، تا مثلا آکا، به این قسمت هم من میگم چی؟ به این قسمت هم من میگم بتا. به این مجموعه از صفات میگم بتا، آلفا بتا. خب حالا شما فرض کنید که من اینا رو مقدار دهی بکنم، باز دوباره مثل همون حالت قبل، یعنی بگم به این A1 A2 سه نقطه، A1 I به علاوه یک، A1 I به علاوه دو، A1 J به علاوه یک، A1 J به علاوه دو، دوباره سه نقطه، A1 K آی کوچولو، بله، و سطر بعدی یعنی تاپل بعدی من اینطور بشه A2 2 A2 2 A2 I A2 این آینه یک A2 I به علاوه یک، A2 I به علاوه دو، A2 J به علاوه یک، A2 J به علاوه دو، و A2 K. خب
میگم که بچه ها طبق فرض من توی تی یک من چی گفتم؟ گفتم آقا توی تاپل تی یک مقادیر صفات آلفا گاما در کنار هم، یعنی اینا با هم دیگه در کنار هم. بچه ها وقتی من می نویسم آلفا گاما یعنی چی؟ یعنی آلفا اجتماعش با گاما، یعنی مجموع صفات آلفا و گاما رو با هم اجتماع بگی، یعنی کل این. من از A1 تا AJ میگم اجتماع آلفا تا گاما. خب حالا میگم آقا توی رکورد تی یک، تو تاپل تی یک مقادیر آلفا گاما مساوی چیه؟ تی دو آلفا گاما. خب این تا اینجا اوکی دیگه، مشکلی نیستش که. خب حالا میگم که آقا این عرضم به خدمتتون که توی این قسمت، حالا من بیام چیکار بکنم؟ من بیام بگم که این دوتا با هم برابره مثلا، خب اما اون دوتای دیگه با هم دیگه برابر نیستن، یعنی مثلا بگم که تی یک، خب آره دیگه، بگم که تی یک ایگرگش با بله، بگم که تی یک بتا گاما مخالف با تی دو بتا گاما. خب حالا بریم ببینیم که این حرف بیشتر یعنی چی و چه مصداقی داره یا چطور میتونیم ما به این حرف اینجا برسیم. خب ببینیم، بحثی که اینجا وجود داره این هستش که لزومی نداره که حتما مقادیر آلفا با بتا برابر باشه. خب یعنی این که مثلا من توی تی یک، ببخشید عذر میخوام، من یه لحظه مجبورم ویدیو رو قطع کنم، الان میام. بله بچه ها من عذر میخوام، یه لحظه مجبور شدم کاری بیش اومد ویدیو رو قطع کردم. خب داشتم توضیح میدادم، پس من الان اومدم یه جدول کشیدم آلفا گاما بتا و کجا بودم مثلا، چی داشتم گفتم؟ یه دقیقه صبر کنید، یه دقیقه صبر کنید. خب گفتم که آها، خب ما اومدیم طبق این چیزمون بود دیگه، یعنی گفتیم که آقا فکر کنیم نقیض حکم درسته، نقیض حکم میشه چیزی میشه که آقا مقادیر آلفا و گاما توی دو تا سطر، یعنی ما حداقل دو تا سطر داریم، خب که مقادیر آلفا و گاما با هم دیگه توی دو تا سطر برابره، ولی مقادیر مثلا بتا و گاما توی دو تا سطر با هم دیگه برابر نیست، فرق میکنه تو اون دو تا سطر. خب از طرفی فرض مسئله را مد نظر بگیریم. فرض مسئله چی میگه؟ آلفا میدهد بتا. من از آلفا میدهد بتا چه نتیجه میگیرم؟ یعنی آقا میگم به ازای هر تی، میگم به ازای هر تی یک و تی دوی که عضو آر هست، اگر تی یک آلفا مساوی باشه با تی دو آلفا، یعنی اگه دو تا صد داشته باشم که توی اونا مقادیر ستونهای آلفا با هم دیگه برابر باشن، قطعا چه اتفاقی میفته؟ تی یک بتا هم مساوی میشه با تی دو بتا. تعریف اف دی اینه. خب پس من الان اینو دارم، یعنی چی؟ یعنی میدونم که آقا این اتفاق رخ داده. یعنی چی؟ یعنی آقا توی این دو تا سطر، قشنگ دقت کن، این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا توی این دو تا سطر، خب مقادیر A1 تا AA، یعنی این یه تیکه که عیناً با این یه تیکه برابره، خب این مقادیر هم با این مقادیر برابره. تعریف FD همین بود دیگه. مثلا ما گفتیم آقا اگه اینجا X اومد اینجا Y، پس هر جا X اومد اینجا زیرش بعد حتما Y رو ببینه، پس این دوتا وقتی با هم برابره، یعنی هر وقت این اومد و مقابلش اینو ببینه، وقتی این با این برابره پس اینم با این برابره. خب حالا ببین، وقتی میگیم پس الان، پس یه نتیجه میگیرم وقتی میگم که بتا گاما مخالف بتا گاما توی این دوتا سر، بتاها که با هم برابره، پس چیا داره با هم فرق میکنه؟ پس گاماها داره با هم فرق میکنه، درسته؟ خب بچه ها قبول دارید که این تناقضه. چرا؟ چون توی این قسمت که گاماها با هم فرقی نمیکنه، من از این قسمت چه نتیجه میگیرم؟ من از این قسمت نتیجه میگیرم که تی یک گاما مساوی تی دو گاما. اما بچه ها از این چه نتیجه میگیرم؟ تی یک گاما مخالف تی دو گاما و این تناقضه، پس نقیض حکم غلطه، پس خود حکم درسته. پس من تونستم اثبات بکنم قضیه کامپوزیشن رو، بله، با استفاده از اصل کانترادیکشن. اما سومی که میخوام براتون اثبات بکنم اسمش هست تعدی یا رفلکسیویتی. رفلکسیویتی بچه ها ببینید، من فقط یه چیزی بگم،
پیدا کردن اثبات اینا هم کار سختی، یعنی من علی خصوص ستای اول رو هیچ جا ندیدم تو کتابا که اثبات کرده باشن. مثلا اومدن گفتن که منطقیه، یا مثلا گفتن بدیهیه، ما میپذیریم. ولی بچه ببینید، تو ریاضیات کلمه بدیهی رو از ذهنتون دور کنید، همه چیز اثبات میشه. خب زمانی که نمیتونن برای شما چیزی رو اثبات بکنن، حتی چیز خیلی ساده مثل 2 به علاوه 2 مساوی 4 رو به شما میگن بدیهیه، اصلا اینطور نیست، همه اینا اثبات میشه. بچه من کتاب دیدم که میاد اثبات بکنه 1 به علاوه 1 مساوی 2، خب حدودای 170 صفحه صحبت کرده که برسه به این. یعنی میخوام بهتون بگم که این کلمه بدیهی رو تو زندگیتون دور کنید در ریاضیاتتون. اوکی بابا؟ خب رفلکسیویتی چی میگه؟ میگه آقا اگر آ میدهد ب اند ب میدهد س، من این اندوی که قشنگ ترش کنم، این چه اندی آخه، بله دش هم محکم میگم اند، آنگاه یا همون دن بنویسم بابا، آ میدهد س. خب من میخوام اینو با استفاده از برهان خلف اثبات کنم. بچه برهان خلف با کانترادیکشن فرق میکنه. برهان خلف چه جور اثباتیه بابا؟ ببین برهان خلف میگه تو فرض کن یه فرضی داری، میخوای به یه حکمی برسی. خب میگه بیا از نقیض، ببین از نقیض حکم برس به نقیض فرض. اگر تونستی از نقیض حکم به نقیض فرض برسی، پس اثبات کردی رابطه فرض آنگاه حکم رو. پس یعنی چی بابا؟ یعنی من بیام جایی که اثبات بکنم آ میدهد به ان، بی میدهد سه، دن آ میدهد سی، بیام اینو اثبات بکنم، بگم آقا آ نمیدهد سی، دن آ نمیدهد بی، اور بی نمیدهد سی. ببینید این اند هم اور میشه، بنابر چه قاعده؟ قاعده دمورگان نقیض. تو دمورگان اند و اور میکرد، اور و اند دیگه. ها یکم ستوری یادمون بیاد بابا، باریک. خب بریم اینو اثبات کنیم. ببین من فرضم اینه که آن نمیده، آن نمیدهد سی. خب فرض کن آقا باز روی جدول بکش، حالا من دیگه زیاد کشش نمیدم. خب مثلا فرض کن آقا این آه، فرض کن این آه، خب این سیه، اینم بیه. وقتی میگه آن نمیدهد سی، یعنی من اینجا یه آیکی دارم، خب اینجا هم یه آیک دارم که اینجا داره یه سی یک رو میبینه و یه سی دو، که سی یک مخالف سی دو بچه ها. این تعریف آن نمیدهد سیه، یعنی من حداقل دو تا رکورد دارم که تو این دو تا رکوردم مقادیر آ، مثلا این تی 1 این تی 2، تو تی 1 مقدار آ، مقدار آ با تی 2 برابره. چجوری می‌نویسیم؟ می‌نویسیم تی 1 آ مساوی با تی 2 آ. یعنی آقا مقدار ستون آ، صفت آ توی سطر تی 1 و تی 2 با هم برابره. اما بچه‌ها تی 1 سی با تی 2 سی برابر نیست، یعنی مقدار سی تو این دو تا سطر با هم برابره. خب بچه قبول دارید برای بی دو تا حالت میمونه؟ چه حالت هایی؟ حالت اول، حالت اول اینه که آقا یا بی ها با هم برابره، یعنی یا اینجا داره بی یک رو میبینه و بی یک. حالت اول پس چی میشه؟ حالت اول میشه که آقا تی یک بی مساویه با تی دو بی. این حالت اول. حالت دوم اینه که برابر نیست. مثلا چیه؟ مثلا اینجا بی یک رو میبینه، مثلا خب اینجا بی دو رو داره میبینه. پس حالت دوم چی میشه؟ میگیم آقا حالت دوم یعنی یا داری اینطوری، حالت دوم یعنی مقدار ستون B توی سطر T1 و T2 با هم برابر نیست. خب بچه من از اولی چه نتیجه میگیرم وقتی میبینم T1 میبینم T1 A مساوی T2 A و T1 B مساوی T2 B؟ چه نتیجه میگیرم؟ یا بهتر بگم این ور نگاه کنید، این ور نگاه کنید، این ور نگاه کنید. وقتی من میبینم تو T1 B مساوی T2 B شده، اما تو تی یک سی مخالف تی دو سی شده، یعنی آقا من دو تا سطر دارم که این دو تا سطر داره بی های یکسان میبینه و سی های نابرابر، آنگاه نتیجه میگیرم که بی نمیدهد سی. خب ببین من گفتم دو حالت داریم، یا حالت اول رخ میده یا حالت دوم، پس دوتاش با همیش وقت نمیتونه رخ بده. قبول داری؟ پس من اینجا مینویسم بی نمیدهد سی اور یا این رخ میده. این رخ بده یعنی چی؟ اینجا رو نگاه کنید. حالا موقعی که این رخ بده رو نگاه کنید، میگم ببین توی تی یک، توی سطر یک و سطر دو مقادیر آ با هم برابره، ببین آ یک و آ یک، اما تو سطر تی یک و تی دو مقادیر بی با هم برابر نیست. یعنی چی؟ یعنی یه دونه آ دو تا بی مختلف دیده، آ یک بی یک رو دیده، آ یک بی دو رو دیده. پس از این چه نتیجه میگیرم؟ از این نتیجه میگیرم که آ نمیدهد سی. تموم شد بچه‌ها.
من از فرضم که آن میدهد سی بود به آن میدهد ببخشید آن میدهد بی نمیشم علیکی نمیشم آن میدهد سی. این بی آره دیگه چون بی های مختلف دیده یه آ ثابت بی های مختلف دیده. من از فرضم که آن میدهد سی بود رسیدم به آن میدهد بی اور بی نمیدهد سی و تونستم با استفاده از برهان خرف ترانزیتیویتی رو برای شما بچه ها اثبات بکنم. خب بچه ها باز دوباره بچه ها من گوشیم داره زنگ میخوره بعد حتما جوابش رو بدم. ای کاش بشنم از اول این رو ضبط کنم که ترتمیز در آد ولی خب حالا بیخیال من یه دقیقه پاس کنم الان میام خدمتتون. خب بچه ها من باز دوباره از شما از خواهی میکنم. خب بریم سراغ قواعد بعدی. ببینید این سه تا قاعده قاعده اصلی بود و قطعا با توجه به اثبات های ریاضی نیاز بود من اثبات بکنم، اما از قاعده چهارم به بعدی که میخوام خدمتتون بنویسم اینا دیگه نیازی به ارزم به خدمتتون اثبات های چیزی نداره، یعنی نیازی به اثبات ریاضی نداره. من از قاعده چهارم به بعد و میتونم با استفاده از همون ستای اول برای شما عزیزان اثبات بکنم. یعنی چی؟ یعنی آقا من از این به بعد برای اثبات باقی قواعد آرمسترانگ که اصطلاحا به اینا میگیم سکندری رولز میام چیکار میکنم؟ عرضم به خدمتتون میام و اون قواعد رو با استفاده از قاعده اول من برای شما عزیزان اثبات میکنم. خب اما بریم به سمت اثبات این قواعد و اینکه ببینیم که ما چطور میتونیم از این قواعد رو با استفاده از قاعده‌ای که بالا نوشتم اثبات بکنم. خب من اولین قاعده رو بنویسم، قاعده دیکامپوزیشن یا قاعده ترکیب هست که یه قاعده هستش که ما خب خیلی ازش استفاده میکنیم و خیلی کاربرد داره و یه جوری اینا دیگه سکندری رول هم دیگه، یعنی همونطور که گفتم این قواعد از قواعد دیگه به دست میان و ما الان باید بتونیم این قاعده رو با استفاده از تا قاعده بالا بنویسیم و اگه نتونیم این کار رو بکنیم یعنی اینکه این قاعده درست نیست. خب بریم ببینیم که آیا میتونیم پس این قاعده بر بیم یا خیر. خب دیکامپوزیشن چی میگه؟ میگیم if a بدهد b and c بدهد d then من دن دارم بله دن آ سی میدهد بی دی. خب پس اولین چیزی که دارم اثبات میکنم آخ ببخشید من کامپوزیشن نوشتم، من یه لحظه اشتباه نوشتم دیکامپوزیشن رو باید بنویسم، یه لحظه من حواسم پرته. بله دیکامپوزیشن دقیقا یه جوری اینگاه که یه فرم دیگه است. پس من میخوام الان دیکامپوزیشن بنویسم. بله تو دیکامپوزیشن پس چی میگم؟ میگم که آها if a بدهد b c then a میدهد b and a میدهد c. خب میخوام اینو اثبات بکنم ببینیم که ما به چه صورت میتونیم اینو دیکمپوزیشن رو برای شما اثبات بکنم. خب ببین من اینطور میگم، میگم که آقا قبول داری که b زیر مجموعه b؟ بله این که دیگه خیلی واضحه، مجموع صفات b زیر مجموعه خودش. خب میگم ببین حالا حرفی که میزنم قبول داری؟ قبول داری بی زیر مجموعه بی اجتماعش با سیه؟ اگرم قبول بکنیم ما امروز دیگه به جای بی اجتماع سی همون بنویسیم بی سی، یعنی بگیم بی زیر مجموعه بی سی. بله که زیر مجموعه شه، زیر مجموعه بی که بوده، حالا من به بی چیزای اضافه کرده باشم بازم هنوز زیر مجموعه شه. میگم خب پس من از این نتیجه میگیرم که بی سی میدهد بی. بنابر چی؟ بنابر رفلکسیویتی. من بالاش مینویسم رف مخفف رفلکسیویتی، چون تو رفلکسیویتی داشتیم دیگه اگه بتا زیر مجموعه آلفا بود آلفا میداد بتا. خب پس این از این قسمتش. خب میگم ببین توی فرض من چی داشتم؟ من توی فرض داشتم آ میدهد بی سی. خب الانم دارم بی سی میدهد بی، پس از این میتونم به چی برسم؟ آ میدهد بی. خب من آ میدهد بی رو اثبات کردم، حالا باید چی رو اثبات بکنم بچه ها؟ آ میدهد سی رو. خب دوباره همین تکنیک رو برای سی میزنم، میگم ببین قبول داری سی زیر مجموعه سی؟ میگیم بله. میگم قبول داری بی سی زیر مجموعه، ببخشید میگم قبول داری که سی زیر مجموعه بی سیه؟ بازم بله. سی که زیر مجموعه سی بود، حالا من بهش زونای بی هم اضافه کنم اتفاق خاصی نمیفته. میگم خب بنابر رفلکسیویتی چی دارم الان؟ من دارم بی سی میدهد سی. میگم خب ببین طبق فرض من داشتم آ میدهد بی سی، الانم دارم بی سی میدهد سی، پس بنابر این بالام ترانزیتیویتی بود دیگه، پس بنابر ترانزیتیویتی آ میدهد سی بچه‌ها. و به همین سادگی تونستم رابطه دیکامپوزیشن رو برای شما عزیزان اثبات کنم. رابطه پنجم هم که خیلی رابطه راحتیه من سریع بگم سلف دترمینیشنه.
سلف دیترمینیشن میگفتش که آقا به ازای هر آیی که عضو به ازای هر آیی که زیر مجموعه آر باشه، یعنی چی زیر مجموعه آی باشه؟ یعنی زیر مجموعه صفات آر، بهتر اینجوری نمایش بدم، آر یو بگم، اینجوری بگم، بگم آقا آیی که زیر مجموعه یو باشه، خب یو چیه؟ یو هم مجموعه صفات آره. خب هر آیی که زیر مجموعه مجموعه صفات خودی، یعنی چی آقا؟ بذار یکم راحت تر حرف بزنم. فرض کن آر هست، او بی و سی، خب میگم به ازای هر آیی که زیر مجموعه این حالات باشه، یعنی یا آ باشه یا آبی باشه یا آسی باشه یا بی سی باشه یا آوی سی باشه، هر چی زیر مجموعه یو باشه، آنگاه میتونم چند چی بگیرم؟ آی با خودش افتی داره. خب بچه ها این قاعدش دیگه فکر کنم خیلی ساده است، یعنی من با یه رفلکسیویتی خیلی ساده اثبات میکنم دیگه، میگم آی زیر مجموعه آی که هست، پس بنابر رفلکسیویتی آی میدهد آی و سلف دیترمینیشن اثبات شد. این آی زیر مجموعه یو هست نگیرتتون، من میگم آقا یو میشه صفات ریلیشن آر، حالا یه زیر مجموعه از این صفات، مثلا آ و بی، مثلا بی و سی، مثلا خود آ و سی، مثلا کل آ و سی، اینجوری تصور کن. بعد میگم خیلی ساده است صرف دیترمینیشن، برای همین زود اثبات کردم. خب بالای پنجمی بود اگه اشتباه نکنم، بریم سراغ ششمی که قاعده ارزم خدمتتون یونین هست. بله قاعده یونین، قاعده یونین من میگم، بعد قاعده بعد قاعده کامپوزیشن رو میگم. بچه به قاعده یونین، قاعده نوتیشن هم بعضی جا ممکنه بگن، اگه یه وقت دیدید چیز خاصی نیست. میگیم if a بدهد b and b ببخشید and a بدهد c then a میدهد b c. خب من میخوام که الان قاعده ارزم به خدمتتون یونیون رو اثبات کنم. خب ببین من تو فرض دارم که a میدهد b، خب بیام روی یه a آگمنت کنم، آگمنتیشن میتونم استفاده کنم دیگه، درسته؟ خب بیام a رو آگمنت بکنم، اتفاقی که میفته میشه آ میدهد آبی، درسته؟ الان آ میدهد آبی، خب میگم آقا ایه طرفی قبول داری آ زیر مجموعه آ هست؟ میگم بله. میگم که خب پس قبول داری که نه 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 اینو بخیال، اینو بخیال، اشتباه کردم یه لحظه. خب این تیکه رو ما رفتیم، آ میدهد آبی رو ما الان خدمت شما رفتیم. بنا به فرض یه فرض دیگر رو بنویسم، فرض دیگه ای من هست آ میدهد سی. بچه‌ها خب من بیام روی این باز دوباره چیکار بکنم؟ آگمنت بکنم. من تو چی رو این سری آگمنت میکنم؟ میام بی رو آگمنت میکنم، میشه آبی میدهد بی سی. حالا بنابر ترانزیتیویتی دارم که، چون آبی ها با آبی ها میره، بنابر ترانزیتیویتی دارم که آ میدهد بی سی. بچه تموم شد. من از دوتا ارزم خدمتون حکمی که از دوتا فرضی که داشتم، این آمیدهد بی و آمیدهد سی، با یه آگمنتیشن و ترانزیتیویتی اثبات کردم که آمیدهد بی سی و تونستم خیلی راحت قاعده یونین رو برای شما عزیزان اثبات بکنم. حالا میرم سراغ قاعده کامپوزیشن. دلیل اینکه یونین رو قبل از کامپوزیشن گفتم الان میگم، من یکی از راه های اثبات کامپوزیشن استفاده یونین. حالا من دو طریق برای شما اثبات بکنم، هم با یونین هم بی یونین. کامپوزیشن، خب قاعده کامپوزیشن چی میگه؟ میگه if a بدهد b and c بدهد d then a c میدهد b d. خب من میخوام اینو برای شما شروع کنم اثبات کردن. خب اول فرضم استفاده میکنم، a میدهد b رو من تو فرضم دارم، میگم آقا a میدهد b رو داری، روش c آگمنت کن، چی میشه؟ میشه a c میدهد b c. حالا بیا اینو دیکامپوز کن، میتونم دیگه، من دیکامپوزیشن رو بالاتر اثبات کردم مگه نکردم؟ نه، چهار دیکامپوزیشن اثبات کردم، پس میتونم الان دیکامپوزیشن استفاده بکنم. برای اثبات دیکامپوزیشن هم اگر نیاز بود از همین اثبات استفاده میکنم، چون دیگه خیلی شلوغ نشه اینو، من دیکامپوزیشن نمی نویسم، من تو خیالم راحته که دیکامپوزیشن رو قبلتر اثبات کردم. بنابر دیکامپوزیشن آ سی میدهد بی و آ سی میدهد سی. خب پس من الان تونستم به این دو تا برسم. من با این اولیش کار دارم، اسمشو میذارم آی. حالا میام سراغ فرض بعدی. فرض بعدی من اینه که بچه ها سی میدهد دی، میام روی این یه دونه آگمنت میکنم، خب ببینیم چه اتفاقی میفته، میشه آ سی میدهد آ دی. باز دوباره میام اینو دیکامپوز میکنم، موقعی که دیکامپوز بکنم میشه آ سی میدهد آ، بعدیش هم میشه آ سی میدهد
دی خوبه؟ خب من با این کار دارم. بچه ها قبول داری سمت چپ رابطم یکی شد؟ پس الان من میتونم چون یونیون رو اثبات کردم، یعنی بگم آقا یونیون اثبات شده، خب آی چی بود؟ میگم آی بود آسی میدهد بی. آی دو چی بود؟ آی دو بود آسی میدهد دی. بنابرای یونیون پس الان میتونم بگم آسی میدهد بی دی و تونستم کمپوزیشن رو بر اساس یونیون اثبات بکنم. اما روش دوم که سعی میکنم یه روشی بگم که فاقد از این صحبت هاست، توی روش دوم اینطور پیش میره. میگم آقا قبول، روش دوم اتفاقا روش بهتری، نگاه کن. میگم قبول داری آ میدهد بی؟ میگه خب آره. میگم یه سی روش آگمنت کن، دمت گرم. چی میشه؟ میشه آ سی میدهد بی سی. میگم خب قبول داری سی میدهد دی؟ میگه آره. میگم خب روش یه بی آگمنت کن، چی میشه؟ میشه سی بی میدهد دی بی. خب حالا بچه قبول دارید این بی سی با سی بیش فرقی نمی کنه؟ پس میتونم بنا به ترانزیتیویتی بگم که آسی میدهد بی دی. تموم شد و رفت. دیدی چرا راحت بود؟ بچه من چون از بعضیاتون میترسم توضیح بدم، بی سی با سی دیش فرقی نمی کنه، چون بی سی بی اجتماع سیه. خب این با سی اجتماع بی مگه فرقی میکنه؟ پس چه فرقی داره من بنویسم سی بی یا بی سی؟ جفتش یکی. پس بچه من تونستم کامپوزیشن رو با استفاده از هم یونین و هم بدون استفاده از یونین، یعنی فقط با استفاده از آگمنتیشن و ترانزیتیویتی اثباتش بکنم. خب سود ترانزیتیویتی رو ما قبلتر گفتیم دیگه ها. سود ترانزیتیویتی اینطوره، ببینید سود و عرضم به خدمت شما که ترانزیتیویتی اومدم ترانزیتیویتی رو دستان شد. خب سودو ترانزیتیویتی ما تو حل تمرامون اثبات کردیم. بچه من شارژم داره تمام میشه، یه دقیقه من اینو بزنم تو شارژ. من پس یه دقیقه پس ویدیو رو پاس کنم اینو بزنم تو شارژ. چقدر پاس کردیم بابا؟ خب بابا زدیمش به شارژ، بیاد رو بدیم. من چون جا ندارم پوینت هم می نویسم سودو ترانزیتیویتی. خب سودو ترانزیتیویتی چی میگه؟ میگیم آقا if آ بدهد بی and مثلا بی سی بدهد دی. تو ترانزیتیویتی اینجا خود بی بود، حالا من میگم فرض کن یه چیزی هم به بی اضافه شده، بی سی میدهد دی، دیگه میتونم نتیجه بگیرم اون سی کنار آ بمونه بدهد دی. بریم ببینیم که چطور میتونیم این سود ترانزیتیویتی رو اثبات بکنیم. خب من میگم آقا طبق فرض من دارم آ میدهد بی، درسته؟ بیام روش یه دونه سی آرگومنت کنم. اتفاقی که میفته اینه، میشه آ سی میدهد بی سی. حالا طبق فرض هم دارم بی سی میدهد دی، پس با توجه به ترانزیتیویتی به این میرسم که آسی میدهد دی. و اینم قاعده سود ترانزیتیویتی بود که مفتان حتما براتون اثبات بکنم. قاعده چندم بود بابا؟ این 6 7 ای بابا بیا با این تر 8. ای بابا جالبه نه؟ اما یه قاعده دیگه ما بچه ها گفتیم اس نداره. من گفتم مثلا شما فرض کنید داری آ سی میدهد بی، بین این آ سی هم یه افتی داری، یعنی بین اتریبیوت های سمت چپ یک افتی افتی وجود داره. گفتیم این سمت راست سیه اضافه است، یعنی سمت راست سیه که اینجا سیه میتونی این بر بزنیم و این بشه آ میدهد بی. یعنی ما میتونم از این نتیجه بگیرم که آ میدهد بی. اما بیم اثبات کنیم این حرف، چون این حرف رو شیکوندن مثلا بچا خیلی کمک میکنه. بنابراین اگه اثباتش کنم موقع مینیمال کاور خیلی به دادم میرسه. باشه بابا اثبات کنیم. میگم آقا مگه امید هستی رو نداری عزیز دل؟ میگم چرا دارم. میگم خب روش یه آگمنت کن. میگه چی میشه؟ میگم میشه امید هست آسی. خب میگم مگه فرض نگفتی بهت آسی میده بی؟ میگم چرا؟ میگم ترانزیتیویتی بزن میشه امید هست بی. بچا عدسم هم گرفته، میخوام عدسه نکنم ولی نمیشه. بازم خوزم یه ویدیو آفلاین رو نمیزد کنم چقدر ایتروپ بشه. خب بچه خب من همه این غول کشنا رو اثبات کردم. اما بچه یه قاعده دیگه هست به اسم جنرال یونیفیکیشن تئورم که یه عزیز دلی به اسم آقای هیو داربن، این رفیق صمیمی سی جی دیت با هم ندارن. خب اینقدر که مثلا این دو تا با هم یه خوابیدن هیچ کدومشون مثلا با زنشون نخوابیدن، اینجوری بهتون بگم.
با هم ندارن، با هم اهل سفرن، اهل هم پیالن، این صورت. این با هم خدا آمد یه قاعده گفت ایف آمی دهد بی اند آره با قدید اند و من بچی گوشت اند سیم دهد دی میتونم یه نتیجه بگم. ببین اگه کامپوزیشن بود چی میگفتی؟ میگفتی آسی میدهد بی دی. من میام میگم آقا این آسی یعنی آقا اجتماع سی دیگه، درسته؟ من میگم آقا این حتی از اینم کوچیک‌تر میشه سمت چپ. یعنی چی؟ یعنی میگم تو بیا سی رو منهای بی کن، سی رو منهای بی کن با آقا اجتماع بگی، خود سی رو با آقا اجتماع نگی، یعنی از سی کوچیک‌تر رو با آقا اجتماع بگی، اینم درسته. یعنی پس بچه این رابطه از کمپوزیشن دقیق‌تره. اوکیه؟ پس من این اگه بخوام میگم بهتر این هم بالا بنویسم، میگم که آ اجتماعش با سی منهای بی. بچه ها این اجتماع منها میدونید دیگه، اجتماع منها ست تئوری ها. یه وقت فکر نکنی همین اجتماع ست تئوری، یه وقت فکر نکنی اجتماع منهای ریلیشنال تئوریه. آ سی بی دی اینا ریلیشن نیستن، اینا مجموعه ای از صفات یک اتریبیوت هم. اوکیه بابا؟ خب بیم اثباتش کنیم بابا، بیا با هم اثباتش کنیم ببینیم چجوری میشه. آ چجوری به این رسیدی های داروین؟ چیکار کردی بابا؟ چی خورده؟ شیر خورد مثلا؟ چون تو شیر صبحانش چیزی ریختن چیزی نریختن؟ ما که نمیدونیم بابا، بریم ببینیم چیکار. خب میگم ببین قبول داری بی زیر مجموعه بیه؟ میگه بله. میگم قبول داریم از بی کوچیک‌تر، مثلا من میگم بابا میگم بی و اشتراکاتشو با سی نگه دار، بازم زیر مجموعه بیه. این واقعا درسته، حالا درسته که باید اثبات بشه، ولی خب ملموسه برای ما که آقا این حالا یه جدو کوچیک‌تر از اینه. حالا بخوای اثبات بکن برو سراغ روابط اثبات، من بحثم نیست فعلا این هست، ولی این هست. خب مثلا تو این بیه، میگم آقا این زیر مجموعه بی هست، خب بی خودش زیر مجموعه خودش هست. حالا این چیه؟ این بی اشتراکسیه. بی اشتراکسی یعنی چیزی کوچیک‌تر از بی دیگه. ها این اینا که اینجا، یعنی اینا تو سی نیست مثلا، فرض کن. خب قبول داری بی اشتراکسی زیر مجموعه بیه؟ خب این که اوکی. حالا میگم پس طبق رفلکسیویتی، بنابر رفلکسیویتی، رفلکسیویتی چی میگفت؟ میگفت پس این چی میشه؟ میشه بی میدهد بی اشتراکش با سی. حالا اینکه چرا دارم اینو مینویسم اینا رو میفهمی جلوت. از یه طرف دیگه گفتم آقا قبول داری سی منهای بی هم زیر مجموعه سی منهای بی. میگه جلل خالق اینا از کجا آوردی برای خودت؟ ببین عجای خاصی نیبرم، میخوام اینو بسازم با آ اجتماع بگیرم. خب و طبق رفلکسیویتی سی منهای بی میدهد سی منهای بی. آنجا اوکیه؟ اگه اوکیه بگو بابا، حیف نمیتونی بگی. میدونم زیاد اوکی نیستی، فکر میکنی که این از کجا اومده. حالا میفهم. میگم خب این که طبق فرض، تو فرض من دارم چی؟ تو فرض من دارم آ میدهد بی. اینجا هم یه چیزی به دست آوردم، بی میدهد بی اشتراکش با سی. میگم از این دوتا من بنابر ترانزیتیویتی یا تعدی نتیجه میگیرم که آ میدهد بی اشتراکش با سی. خب بحال شد ها، بریم ببینیم که دیگه چی کار رو بلدیم بکنیم. میگم این دوتا رو با هم یونین بگیر، میگم یونین کامپوزیشن بگیر. خب اگه این دوتا رو من با هم کامپوزیشن میگیرم جوابش اینجا میگیرم. خب اگه این دوتا رو کامپوزیشن میگیرم چی میشه؟ میشه آ اجتماعش با سی منهای بی میدهد سی منهای بی اجتماعش با بی اشتراک سی. خب یه دقیقه اینجا رو خوب دقت کن، من تونستم سمت چپ چیزی که آقای داروین گفت رو بسازم، اما سمت راست هنوز ساخته نشد. اما بچه ها قبول داری اینی که من اینجا نوشتم با سی برابره؟ چرا؟ میگم آقا از سی اونایی که تو بی هست رو کم کن. یعنی چی؟ سی منهای بی یعنی چی بچه ها؟ سی منهای بی یعنی چی؟ یعنی آقا این مجموعه سی که تو داری اگه این بیه، مثلا این سی این بیه، خب میشه چنین چیزی. بچه قبول دارید این سی منهای بی الان سی منهای بی برابر با سی منهای سی اشتراکش با بی، ببخشید اشتراک اینجوری، این اشتراکشونه دیگه، این قرمزه مگه اشتراک نی؟ خب این قرمزه رو از سی کم کن میشه سی منهای بی. پس سی منهای بی یه جوری هم عرضه با این که من سی رو منهای سی اشتراکش با بی بکنم. خب حالا میگم سی منهای بی رو اجتماع بگیر با بی اشتراکش با سی. یعنی چی؟ یعنی اینی که کم کردی ازش رو دوباره بهش برگردون،
وقتی اجتماع میگیری با بی اشتراک با سی، یعنی این قرمز رو یکم کردی روش برگردون پا میشه خود سی. اوکی بابا، خیلی خوب. پس من الان از این چه نتیجه میگیرم اینجا میرسم دیگه، من این نتیجه گرفتم که با اجتماعش با سی من های بی، اگر اس کردیم سختی یکم پاس کن فکر کن چیزی که بالا گفتم. خب میام آ اجتماعش با سی من های بی میده سی. ای بابا، خب این چنجا اوکی دیگه، ما اینو که خب اوکی داشتیم دیگه. حالا میگم داشتیم سی میده حدید طبق فرض. پس بنابر ترانزیتیویتی آ اجتماعش با سی من های بی میده حدید. خب یکی ممکنه بگه که آقا اینی که الان جا نوشی آ اجتماعش با سی من های بی میده حدی، فقط یه بی سمت راستش کم داره. بچه ما طبق فرض مگه نداشیم آ میده بی؟ این دوتا رو با هم کامپوزیشن بگی، کامپوز کن دوتا رو. چی میشه؟ میشه آ اجتماعش با آ اجتماعش با سی من های بی، این برم میشه دی اجتماعش با بی. آ اجتماعش با آ قبول داری همون آ میشه، پس این چی میشه؟ میشه آ اجتماعش با سی من های بی، دی اجتماعش با بی هم قرارداد کردیم بنویسیم بی دی، یعنی به هم بچسبونیم. بچه ها اثبات شد، نگاه کن آ اجتماعش با سی من های بی بشه بی دی. بیا بالا بیا بالا بیا بالا، آ اجتماعش با سی من های بی بشه بی دی. پس بچه ها جنرال یونیفیکیشن هم اثبات شد. خب این از این، سعی کردم در کمتر از یک ساعت توضیحاتی بدم و تمام قواعد آرمسترانگ رو اثبات بکنم، حتی اون ستای اولش که معمولا اثباتش رو نمیگنم بگم دیگه. همین دیگه، امیدوارم که شاد زنده پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدارتون، خودشون بس دیگه، حالا اومده ایتا اسمان.